سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران که بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر. در این شماره از تفسیر خبر می‌پردازیم به پیامدهای مذاکرات اتمی اخیر یا مذاکرات اخیر اتمی بین فرستادگان جمهوری اسلامی و نمایندگان 5 به اضافه 1. آیا این مذاکرات به نتیجه روشن رسیده است؟ پاسخ ها چندان امیدوار کننده نیست و گاه پاسخ ها از دو سو، از سوی تهران و از سوی 5 به اضافه 1 کاملا متضاد. همزمان روند اقتصادی، بهتر است بگوییم روند فساد در جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ الیاس نادران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید پیامدهای توافق ژنو از جمله ارزهای آزاد شده با چمدان از ایران خارج شده است. آنچه که مسئولان قضایی جمهوری فقیه آقای لاریجانی گفته است در مورد حیف و میل‌های تازه 6500 میلیارد دلاری به کجا رسید و چرا سرپوش بر این پرونده ها گذاشته می شود؟ چه کسانی در جمهوری اسلامی از تحریم های موجود سود می برند؟ و آیا ادامه مذاکرات نتیجه در جهت مصالح ملی ایران خواهد داشت یا لجاجت اتمی تهران ایران و مردم ایران را با مشکلات بیشتری روبرو کرده؟ با من و شما هستند در نروژ اسلو آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایرانی ایران و در ترکیه آقای پیمان عارف دانشجوی پیشین فعال سیاسی که بارها به زندان ولایت فقیه افتاد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای پیمان عارف سلام به شما و خوش آمدید دوباره. عرض سلام و ادب دارم خدمت دارم سالنگی و خدمت بینندگان محترم شما. آقای هنگی در اسلو نروژ سلام. منم خدمت شما جناب چالنگی و میهمان دیگر برنامه آقای عارف و همچنین بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمت شما هست. آقای حیدر بدونید شما این پرسش رو داشته باشیم که این چه نوع دیپلماسی است؟ درسته که در دیپلماسی حقیقت رو نگفتن، حالا اسمش دروغ گفتن است، هر چیز دیگه من وارد اون مقوله نمیشه، گاه ضرورت داره به مناسبت همه حقیقت رو گاه نمیگن، گاه حقیقت رو نمیگن، تفریح میرن از پاسخ دادن سریع، اما اینکه یک جایی گفته بشه مذاکرات به نتیجه روشن رسید، آقای ظریف تا حدودی پیشرفت کردیم، آقای عراقچی بگه نه پیشرفت نکردیم، گاه سخنان متضادی که از تهران شنیده میشه، این چه نوع دیپلماسی است؟ نکته ای که بعد خدمت شما عرض کنم اینه که در سیستم دیپلماسی جمهوری اسلامی چون اصل بر روی منافع مردم نیست، به خاطر همینم مردم در واقع نامحرم هستن از جزئیات اتفاقاتی که داره میفته، حالا میتونه در مورد سیاست‌های داخلی یا سیاست‌های خارجی در واقع در نظر بگیریم. در این راستا مردم ایران نامحرم هستن و به خاطر همینم ما میبینیم که اگر
تفاوتی در گفتمانهای آقای ظریف یا آقای عراقچی هست، به خاطر اینه که هر کدوم از این افراد وابسته به یک قشری از افراد حاکم در جامعه ایران هستن و به خاطر همین ما میبینیم که تناقض در گفتگوهاشون وجود داره. و آنچه که مسلمه این ماراتون اتمی که جمهوری اسلامی راه انداخته عمدتاً به نتیجه به نفع مردم ایران ختم نخواهد شد، کما اینکه در سایر مذاکراتی هم که جمهوری اسلامی داشته در خصوص پایان جنگ و همچنین حل مسئله گروگان‌های سفارت آمریکا، عملاً دیدیم که منافع مردم ایران در این وسعت از بین رفته و فقط مشکلاتی رو بر دوش ملت ایران گذاشته و عملاً باعث شده که حکومت جمهوری اسلامی به روند خودش ادامه بده با وضعیتی که به وجود آورد. آقای عارف عزیز، مردم رو حکومت تهران از خودش نمیدون، غریبه که چه از من بیرون از دایره میدونه اونطور که آقای حیدری میدونه. از طرف دیگه حکومت ایران میگه که برنامه اتمیش یک خواست ملی و مردمی هست و انرژی هستی حق مسلم ماست، از این کارهایی که همه شاهد بودیم انجام. کدوم تعریف واقعیت باستاب واقعیت هست؟ آنچه که حکومت تهران میگه یا ناظرانی مثل آقای حیدری و بقیه که معتقد هستن که مردم بیرون از دایره حکومت هستن و حکومت مردم رو بحرم نمید؟ بله، با عرض درود خدمت جناب حیدری عزیز. ببینید، پرونده مذاکرات هسته‌ای متاسفانه از الگوی در واقع دیپلماسی اجبار در حال حاضر داره پیروی می‌کنه، همانند هر دیپلماسی دیگری که پس از انقلاب دستگاه سیاست خارجی ما اون رو تجربه کرده. یعنی دیپلماسی اجبار در واقع به گمان من سه مرحله داره. نخست دیپلماسی تخاصمی و تهاجمی از جانب سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در مرحله بعد واکنش جامعه جهانی و تضعیف ایران، و آنگاه دیپلماسی اجبار، یعنی دیپلماسی که در واقع نتیجهش از پیش مشخص هست، یعنی در واقع ایران در موقعیت فرودستانه و طرف دیگر این دیپلماسی، این مذاکره، در موقعیت فرادستانه قرار داره. لذا ما در وضعیت دیپلماسی اجبار به سر میبریم، یعنی 8 سال دیپلماسی تهاجمی، پاره کردن و به دور ریختن قطعنامه هاشان صادر شود تا قطعنامه دانشان فی المثل پاره شود، و یک دیپلماسی مطلقا تهاجمی، آنگاه سانکشن، تحریم، فشار، و بعد از مقطع ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی در واقع تجربه دیپلماسی اجبار. اما اون چه که به گمان من باعث می شود که در حال حاضر این دو صدایی از تیم هسته‌ایشان شنیده بشه، اولا که در هر دیپلماسی اجباری شما این دو صدایی رو دارید، یعنی از یک طرف شما صدایی رو دارید که سیاست اعلامی در واقع دیپلماسی طرف فرودست دیپلماسی اجبار رو بیان می کند، و از سوی دیگر در واقع یک سوی دیگر رو دارید که سیاست اعمالیش رو اعلام می کند. ولی اون چیزی که مسلم هست این است که در مذاکرات هسته‌ای که با فرض در واقع ممانعت از تشدید تحریم ها و در وضعیت فرودستانه و با منطق دیپلماسی اجبار شکل گرفته، نتیجه اون چیزی جز در واقع عقب نشینی سیاست خارجی ایران نیست. شما توجه بفرمایید که در دولت آقای خاتمی ما در واقع در موقعیت دیپلماسی گفتگو قرار داشتیم، دیپلماسی بدبستان قرار داشتیم و امتیازهای قابل توجهی رو ایران از اروپا می‌گرفت، در مقابل امتیازی رو هم می‌داد. ولی متاسفانه در دوره آقای احمدی نژاد به واسطه اون خطر امنیتی که رهبری نظام احساس کرد و در واقع اون رویکرد امنیت محور و رئالیستی که بعضی از نظریه پردازان سیاست خارجی و به ویژه نظریه پردازان نظامی سیاست خارجی در واقع به رهبری نظام منتقل کردند،
که فرضش در واقع مفروضات ساده ای بود. یک، قدر به دنبال رژیم چنج در ایران است. دو، تنها راه ایستادگی در مقابل رژیم چنج دستیابی به سلاح هسته ای است. تنها راه مقابله با رژیم چنج دیترنسی است، یعنی در واقع مقاومت و پیشگیری و دیترنسی که دیترنسی سخت افزاری هست. لذا این دیترنسی سخت افزاری تنها راهش این است که شما بمب هسته ای داشته باشید همانند کره شمالی و میبایستی نتیجه بس این که شما بروید به سمت در واقع به دست آوردن سلاح هسته ای که خب مثلا آقایون مثل آقای دکتر اسیرخانی و دیگرانی در واقع این آرا رو که بسیار هم مورد استقبال سپاه پاسداران قرار می گرفت ترویج دادن. اکنون به نقطه رسیدیم که یا می بایستی که یک عقب نشینی قابل توجه از جانب نظام جمهوری اسلامی و سیاست خارجی مستقر و مسلط صورت می گیرد که خب این عقب نشینی صورت گرفته است. ببینید سرنوشت مذاکرات هستی در حال حاضر در ژنو یا در واقع مذاکرات که در غرب اتفاق میفته نیست که متوقف شده، در تهران متوقف شده. یعنی سرنوشت مذاکرات در واقع تیم ظریف و غربی ها خیلی مسئله حل ناشده ای ندارن. الان مقام رهبری نظام هست که میبایستی به این توافقات تن بدهد. بسیار. ببینید آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی، جمهوری فعلی، ایشون آقای حیدری باران گفته ما اطمینان نداریم و به این مذاکرات هم خوشبین نیستیم. خب چرا ادامه؟ و آیا واقعا خود ایشون تنهاست یا نه؟ سیاست خارجی ایران الان تابع اهرم‌های مختلفی هست، از حسینیه نارمک گرفته تا هیئت سیمزنان دروازه قزوین گرفته تا بیت رهبری تا کیهان لندن. سیاست خارجی ایران تابع چه چیزی است؟ شبیه حتی زمان آقای خمینی هست که حرف اول آخر آقای خمینی میزه جنگ باید ادامه پیدا کنه، جنگ باید تموم بشه و سلام نامه تموم. سیاست خارجی که الان شما میبینید جمهوری اسلامی اعمال میکنه در طول 30 سال همین گونه بوده، یعنی اینکه همواره به صورت هیئتی بوده و هیچگاه نظرات کارشناسی و نظراتی که در واقع میتونسته باعث بشه که وضعیت کشور ما از این شرایطی که امروز گرفتارش شده خارج بشه مورد نظر نبوده و همواره بر اساس هیئتهایی که نزد آقای خامنه ای رفتن و مورد اعتماد ایشون بودن و نقطه نظراتی که این افراد دادن برای بقای نظام در واقع سیاست ها هم بر این اساس تنظیم شده. و الان هم ما میبینیم که با توجه به شرایطی که به وجود اومده آقای خامنه ای و تیمی که در بیت رهبری هست اینگونه تصور میکنه که دست بالا رو داره در منطقه، به خاطر اینکه فکر میکنه غرب در وضعیتی هستش که الان با مشکل داعش مواجه شده و از طرفی هم آقای خامنه ای و گروه هایی که بهش وابسته هستن در منطقه دارن به تنهایی اقداماتی رو انجام میدن که میتونه غرب رو به چالش بکشه، اهم از حضورشون در یمن یا در لبنان، سوریه و و این نکاتی هستش که میتونه برای آقای خامنه ای گرفتن تصمیم آخر رو یک مقدار مشکل کنه، که چه بسا با توجه به حمایت هایی که میتونن از طرف روسیه داشته باشن که ما در طول هفته گذشته اخبار متناقضی شنیده شدیم از اینکه روس ها متمایل هستن که سلاح های در واقع موشکی پیشرفته ای رو در اختیار ایران قرار بدن و از طرف دیگه خود افرادی که در سپاه هستن به نوعی با آقای خامنه ای اینگونه مشورت میدن که میتونیم از این بازی هسته ای ما دست بالا رو به دست بیاریم و بتونیم غرب رو متقاعد کنیم که زمان بیشتری رو داشته باشیم برای تکمیل پروژه ها. اینه که میبینیم آقای خامنه ای علارغم اینکه میاد شعار میده با مذاکرات موافق نیست و خوشبین هم نیست، ولی برای قطع اون هیچ اقدامی نمیکنه، چون نیاز داره به این مذاکرات و در قالب این مذاکرات تونسته وقت لازم رو تهیه کنه و از طرفی هم تونسته در منطقه دست به آشوب هایی بزنه به وسیله عناصر سپاه قدس که میتونه برای جمهوری اسلامی در واقع دست بالا رو در مذاکرات با غرب و به خصوص آمریکا داشته باشه، با توجه به سیاستی که آقای اوباما الان در پیش گرفته و آقای خامنه ای از این قضیه به نحو احسن در واقع داره استفاده میبره.
خب تا چند از این استفاده از آنچه که ضعف سیاست خاورمیانه‌ای اوباما و دولت اون نامیده میشه، تا چند از تهران از این ضعف استفاده میکنه، یا سیاست ناروشن پرزیدنت اوباما در مورد خاور. حد اکثر استفاده رو ما میبینیم جمهوری اسلامی انجام داده. الان در عراق عملا نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس دارن امورات عراق رو میگردونن و همچنین در داخل سوریه اونگونه که غرب و مقامات غربی اعلام کردن باید بشار اسد بره، عملا با حمایت ایران و کمک‌های پنهانی روسیه بشار اسد در سر جای خودش مونده و از طرفی میبینیم دامنه نفوذ جمهوری اسلامی با علارغم این تحریمایی که غرب انجام داده گسترش پیدا کرده، به طوری که داره الان در یمن دخالت میکنه و حتی وزیر خارجه در دو هفته پیش به کشورهای آفریقایی سفر میکنه و تمایلات جمهوری اسلامی رو برای کمک به اون گروه های در واقع همراستان با جمهوری اسلامی اونجا ابراز میداره. اینا نتیجه اینه که تحریم هایی که غرب اعمال کرده فقط بلای جان مردم ایران شده و جمهوری اسلامی و عناصر وابسته به اون به اقدامات تروریستی خودش و کارهایی که باعث شده در واقع دنیا رو به چالش بکشه ادامه دارن میدن و عملا این سیاستی که آقای اوباما در پیش گرفته فقط باعث میشه که جمهوری اسلامی در زمان شاید اندکی به اون خواست خودش، یعنی توانایی سلاح اتمی هم برسه و همون پروژه‌ای که در رابطه با کره شمالی عمل شد در مورد اینها هم اجرا بشه و دود این قضایا هم فقط به چشم مردم ایران خواهد رفت. و گفته میشه آقای پیمان که گروهی در تهران یا گروه‌های در تهران، جناح‌های افرادی اشخاصی سود بسیار زیادی میبرن از وضعیت موجود، یعنی از تحریم‌هایی که هست. خود آقای خامنه‌ای همین پریروز صحبت میکرد در جمعی که کالای قاچاق به کشور بسیار امر خطرناکی است. خب این همه میدونه بسیار امر خطرناکی است. ایشون به عنوان رهبر چه اقدامی برای جلوگیری ازش کردن؟ بین 20 تا 30 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق هست ناشی از تحریم. این رقمیه که مسئولان جمهوری اسلامی میدم که طبعا رقم بیشتر از این است. چه کسانی واقعا، چه جناهایی از این تحریم ها و وضعیت موجود سود میبرن و آیا هست چون این جناهایی که از این وضعیت خوشحال هستن؟ بله. ببینید ما این مشکل رو از دولت اصلاحات، از دولت های خاتمی به این بعد داشتیم. حتی آقای احمدی نژاد هم درگیر شد با در واقع عاملان این قاچاق و در واقع کسانی که متمتع هستند از تحریم، حداقل لفظا درگیر شد. داستان این است که همونطور که این رئیس جمهور در واقع خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هم اشاره کردند، کسانی از تحریم ها متمتع هستند که اسکله دارند و پادگان دارند و در واقع مبادی ورودی کشور رو در اختیار دارند و امکان انتقال کالاها رو دارند، یعنی مشخصا سپاه پاسداران. و سپاه پاسداران در واقع یک طبقه پیرامونی و در واقع سوری حول خودش توانسته از شکل بدهد، به ویژه در کشورهای اطراف، حالا در امارات و دبی از یک طرف و در ترکیه از سوی دیگر، که اینها در واقع به صورت پوششی کار اقتصادی انجام میدهد. چون در همین ترکیه که ما هستیم در آنکارا و به ویژه در استانبول از این شرکت های پوششی بسیار میبینید. کار اینها در واقع دور زدن تحریم ها و منافع اینها در تداوم به تحریم ها هست. یعنی میبایستی تحریمی بوده باشد که کالایی که فی المثل 10 دلار ارزشش هست به 30 دلار به ایران منتقل بشود تحت عنوان دور زدن تحریم ها. بنابراین اون لایه‌ای از بیت که توسط سپاه داره در واقع خطدهی میشه و ارتباط ارگانیک با سپاه داره، یعنی حیف آقای مصطفی خامنه‌ای به شدت قائل به این هست که که آقای خامنه‌ای رو متقاعد بکند که در شرایطی که منطقه رو در دست داره نیازی نیست که با غرب مصالحه بکنه، یعنی غرب ستیزی همراه با گسترش طلبی در منطقه خاورمیانه رو میتواند که همراه بکند و
در واقع به دریای مدیترانه برسد و دریای سرخ برسد و یک رویکرد امپراتوری‌گرا، امپراتوری‌گرای شیعه داشته باشد. ولی رویکرد دوم رو من کوتاه عرض بکنم. رویکرد دومی که در بیت هست، در بیت آقای خامنه‌ای، بیت رهبری هست، به نظر من رویکردی است که نمایندش آقای ولایتیه. یعنی رویکردی که من اسم اون رو در مقابل رویکرد نو عثمانی طیب اردوغان، نو عثمانی‌گرای طیب اردوغان، رویکرد نو صفوی و نو صفویسم در واقع نامگذاری می‌کنم. رویکرد نو صفویستی آقای ولایتی که در بیت یک سخن دیگری رو مطرح می‌کند این است که ما می‌توانیم بر منطقه مسلط باشیم و امپراتوری شیعه رو شکل بدهیم، ولی در شرایطی که با غرب سازش بکنیم. یعنی سازش با غرب توأم با امپراتوری گرایی در منطقه. این رویکردی است که آقای ولایتی ازش دفاع می‌کنه. و در مقابل و مسئول خامنه‌ای، فرزند دیگر آقای خامنه‌ای، به این رویکرد نزدیکه. صادق قرازی هم به این رویکرد نزدیکه. تشکیل حزب ندا در داخل کشور در واقع از مجرای مسئول خامنه‌ای می‌گذره. این بحث مفصل‌های دیگری است که بحث سیاست داخلیش رو من الان فاکتور می‌گیرم. ولی درون بیت الان این دو رویکرد با هم درگیرن. یعنی رویکردی که مصطفی خامنه‌ای تزریق می‌کنه، امپراتوری‌گرایی توأم با غرب ستیزی، و رویکردی که نو صفویست ها تزریق میکنند، امپراتوری گرایی شیعه منهای غرب ستیزی و در واقع توأم با مصالحه با غرب. خب آقای حیدری، اونجوری که اشاره کردن راجع به سپاه پاسداران در واقع با این حیف و میل هایی که انجام میشه، نمیدونم چه اسم دیگه میشه گذاشت، سپاه پولدار، این شاید بهتر باشه چون پولدارترین افراد ایران همین فرمانده های سپاه پاسداران سابق و لاحق و همه اینا هستن بنابر گزارش های موجود، تا چه اندازه تعیین کننده سکان سیاست خارجی و سکان پیش بردن بیت رهبری در دست اونها هست در جهت منافعشون؟ خب عمده سیاست هایی که جمهوری اسلامی الان داره دنبال میکنه برگرفته از فشارهایی که این سرداران سپاه دارن وارد میکنن، چون که خود آقای خامنه ای هم امورات رو در اختیار اینها رها کرده و اگر که قرار بود که با این گونه موارد برخورد بشه، آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که تمام اهرم ها رو داشت میتونست حداقل جلوی این موارد قاچاق که خودش هم الان طی صحبت هایی که کرده از آمار و ارقامش متعجب شده میتونست جلو اینا رو بگیره با اون سیستم عریض و طویلی که در داخل بیت رهبری وجود داره، ولی متاسفانه دست این افراد بازه و عملا از این اسکله ها و فرودگاه هایی که در اختیار دارن دارن استفاده میکنن و از طریق قاچاق حالا پول لازم برای فعالیت های تروریستی که جمهوری اسلامی در منطقه داره انجام میده رو تامین میکنن. و نکته ای که میتونم بگم حتی در رابطه با فرودگاه پیام، چون خود من در ایامی که در فرودگاه کشور مشغول کار بودم همین مسئله فرودگاه پیام یک نکته بود که در دولت آقای خاتمی مطرح شد و قرار شد جلوی این قضیه گرفته بشه، ولی عملا سپاه نگذاشت و حتی فرودگاه امام خمینی رو هم به نوعی آقای خرم که وزیر راه وقت بود به دنبال افتتاح بود، دیدیم که عوامل سپاه به خاطر اینکه نیاز داشتن به این پروژه و در اختیار خودشون باشه همه ارکان فرودگاه، نگذاشتن که در واقع در اون زمان راه به سمتی بره که دولت اصلاحات به دنبالش بود. و نکته ای که در واقع در قالب سپاه و فعالیت های قاچاق کالا یا قاچاق موارد دیگه ای که دستش هست میتونم بگم اینه که خود آقای احمدی نژاد و خود آقای روحانی کاملا مطلع هستن از این جریانات، ولی متاسفانه نمیتونن با اونا برخورد کنن چون قدرت اجرایی برای برخورد با سپاه رو ندارن و حتی به گفته برخی از دوستان ما انقدر نیروهای امنیتی سپاه و اطلاعاتی سپاه گسترش پیدا کردن که حتی با رفتن آقای خامنه‌ای شاید بیم این میره که این عوامل بتونن دست بالا رو داشته باشن و بتونن دست به اقداماتی بزنن که خودشون رو حاکم کنن بر سرنوشت مردم و ایران در واقع کشور عزیز ما. یعنی شما به اینه که خودشون آماده می‌کنن برای دوره بعد از خامنه‌ای
دقیقاً فعالیت هایی که دارن انجام میدن عملا یک بخش از سرداران سپاه به دنبال اون هستن که بتونن حرف خودشون رو در واقع در ایران به کرسی بشونن و پس از رفتن آقای خامنه ای بتونن اون راهکارهایی رو که دارن برای اداره جامعه انجام بدن و این برگرفته از همین قدرتیه که الان میبینیم که خود رئیس جمهور کشور و خود نهادهایی که در اختیار ایشون هست نمیتونن با این موارد قاچاق کالا و ارز مبارزه کنن و خود آقای خامنه ای هم که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است عملا از این قضایا میگه گیج و منگ شده و این نکته ای هستش که برگرفته از قدرت بیش از اندازه سپاه و نیروهای امنیتیه که به دنبال این هستن که دامنه قدرت خودشون رو در ایران گسترش بده. خب آقای خامنه ای به عنوان برای نظام اظهار تعجب کرده از این میزان قاچاق کالا، یعنی گفت از کرامات شیخ ما این است که شیره رو خورد و گفت قاچاق کالا بسیار چیز خطرناکی است. آقای پیمان عارف، وظیفه ایشون چی هست؟ آیا همین هست که قاچاق کالا خطرناکی است؟ وظیفه ایشون در مورد بیت المال به لفظ فقاهت چی هست؟ آیا نظارت بر این که درآمدهای ناشی از توافق اتمی با چمدون به گفته آقای الیاس مدرا از کشور خارج بشه، حیف و میلهای چندین میلیارد دلاری انجام بشه و ایشون شگفت زده بشه، چه وظیفه ای داره؟ یا نه این ظاهری است، دکوری است، ایشون نشسته حرف میزنن چی؟ و سپاه پاسداران هست همه کار. حالا از کرامات شیخ ما این است که در موقعیت پوزیسیونی قرار دارد، در منتها علیه پوزیسیون و در منتها علیه متمرکز قدرت سیاسی قرار دارد، ولی در واقع جست اپوزیسیونی میگیرد. من خیلی درکی از این رفتار آقای خامنه‌ای حقیقتا نداشتم. آقای خامنه‌ای 12 سال پیش یه سخنرانی کردن، بعد از 12 سال پیش، بله، بعد از داستان شهرام جزایری و خطاب رؤسای سه‌قوه که اون موقع آقایون خاتمی و هاشمی و شاهرودی و آقای کروبی بودن اگر اشتباه نکنم، در مقام یا در پوزیشن رهبر اپوزیسیون در واقع پیغام دادن که اگر با فساد اقتصادی مبارزه نکنید من مردم رو به یاری خواهم خواست. و از همون موقع من خاطرم هست، یعنی از میانه های دولت اصلاحات خاطرم هست که آقای خامنه ای در واقع جست اپوزیسیونی دوست داشتن بگیرند و علارغم اینکه ایشون در واقع در منتها علیه پوزیسیون در واقع جان پوزیسیون قرار دارن، یعنی 90% قدرت سیاسی کشور در اختیار ایشون هست، ولی ایشون وقتی که موضع میخوان بگیرن به ویژه در حوزه سیاست داخلی در مقام و با پوزیشن رهبر اپوزیسیون دوستن این کار رو بکنن، یعنی یک وضعیت شیزوفرنیک رو به لحاظ روانشناختی ما شاهد هستیم که شما هم دوست دارید اپوزیسیون باشید و هم دوست دارید اپوزیسیون باشید، یعنی یک وضعیت شیزوفرنیک هست که هم سید علی خامنه ای پیش از انقلاب هستید که اپوزیسیون هست یا خطابه های در واقع پادورزانه و مخالفت ورزانه نسبت به حکومت ایراد می کند و هم دوست دارید که سید علی حسینی خامنه ای کنونی باشید، یعنی یک موقعیت پارادوکسیکال و کاملا شیزوفرنیک رو شما میتونید که تحلیل بکنید در موضع گیری ایشون. ولی از سوی دیگر موضع گیری ایشون در قبال سپاه و بحث قاچاق کالا به گمان من از علاوه بر در واقع وضعیت و موقعیت شیزوفرنیک که ایشون درش قرار دارن از یک موقعیت پارادوکسیکال دیگر هم در بیت ایشون نشأت میگیرد و اون هم پارادوکس دو فرزند ایشون هست، در واقع پارادوکسی هست و تناقضی هست که در یک سو مسعود خامنه ای ایستاده و در سوی دیگر مجتبی خامنه ای ایستاده. مجتبی خامنه ای به دنبال این است که
در واقع در انطباق 100% و در انطباق مطلق با سرداران سپاه بتوانست که در پس برای پس از درگذشت پدرش در واقع خودش رو آماده بکنه و پس از درگذشت پدرش خودش رو از طریق مکانیزم قدرت نظامی سپاه در واقع این سمت رو به دست بیاره. خب یک همچین وضعیتی رو ما تقریبا در طول تاریخمون همواره داشته ایم، به ویژه سلاطینی که چند فرزند داشته اند همواره یکی از این فرزندانشون بیشتر تکیه میکردن به قدرت نظامی و قدرت سرداران سپاه و فرزند دیگر چه بسا سعی میکرد به دیوان سالاران نزدیکتر باشد. در سوی دیگر این تناقض مسعود خامنه ایستاده. مسعود خامنه ای بدبین هست و بدگمان هست نسبت به قدرت فزاینده سپاه و سعی میکند که در واقع مهار و محدودیتی برای اونها ایجاد بکند و سعی میکند که در واقع نیروی سیاسی و اقتصادی رقیب سپاه رو تقویت بکند، اصلاح طلبان رو در صحنه سیاسی کشور نگه دارد، اصلاح طلب منهای سبز رو یا اصلاح طلبی که به تعبیر آقای خامنه ای از فتنه تبری جسته است رو به فضای سیاسی کشور بازگرداند، از تشدید شکاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و خامنه ای ممانعت به عمل آورد و از زیاد خواهی های اقتصادی سپاه هم ممانعت بکند. اینجاست که در واقع درون بیت آقای خامنه ای مسعود و مجتبی در واقع دو روی کرده متفاوت و در واقع دو جبهه متفاوت و مقابل هم رو تشکیل داد. خب اون چه که راجب آقای مجتبی خامنه ای گفته شد شاید توجه بشه به سرنوشت آقای احمد خمینی، چون این رویاهایی نیز در سر داشت بنابر اسناد گفته های خود ایشون در همون زمان، ولی چه بر سر ایشون اومد در مجموعه زد و بند ها و تلاش ها و بزن و بکش های پس از فوت آیت الله خمینی که بسیار معتقد هستن در درون خود نظام، که آقای احمد خمینی هم در این میان حیف و میل در واقع از میان رفت و برحال شاید درسی باشه برای آقای مجتبی خامنه ای. اما آقای حیدری اون چی رو که سعی میشه تمام جلوه هست الان چنان فریادی راجب دوران آقای احمدی نژاد بلند هست از گوشه و کنار، آخرینش همین آقای رفسنجانی هست، ایشون البته میگه هشدار هم داده بودم و بسیار دیگه هم هشدار داده، ولی گویی کسی خبر نداشت تا اینکه آقای احمدی نژاد کنار رو تازه بفهمن که چه کارهایی کردن. واقعا مقصری هم چه وضعیتی که الان هست، وضعیت اقتصادی کاملا آقای احمدی نژاد هست یا نه تمام کارهای اون مورد تایید بیت رهبری و گروه عظیمی هم بوده در حکومت ایران؟ خب نظر آقای خامنه ای به نظر آقای احمدی نژاد همونجوری که در خطبه نماز جمعه آقای خامنه ای قبل از اینکه مردم رو بکشن مطرح کرد، نظر ایشون به نظر در واقع آقای احمدی نژاد نزدیکه و نظرشون متمایل بوده به اینکه آقای احمدی نژاد و همین گروهی که وضعیت اقتصادی کشور رو به این روز انداختن بر مسند قدرت باقی بمانه و اینکه بیان الان آقای احمدی نژاد یا برخی از افراد وابسته به آقای احمدی نژاد رو دارن به نوعی آقای روحانی و تیمشون میکوبن، به نظر من مسیر انحرافیه. در واقع اصل قضیه خود آقای خامنه ای و اون تیمیه که در بیت رهبری حاکم و باعث همه بدبختی ها و فلاکت مردم ایران شدن و الان ما میبینیم که مطبوعات ایران به دلیل نبود آزادی بیان و آزادی مطبوعات عملا میان برخی از افراد وابسته به آقای احمدی نژاد رو مورد حمله قرار میدن، در صورتی که اگر واقعا آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور وجود داشت باید آقای خامنه ای پاسخگو بود. چرا آقای خامنه ای در خصوص همین فسادهای اقتصادی که مطرح شد و مطبوعات به نوعی داشتن دنبال میکردن اومد و گفت این موضوع رو کش ندیم و عملا باعث شد که فتیله این قضیه رو پایین بکشه تا بلکه
سر قضیه مشخص نشه که به کجا وصله. این همه مسائلی که الان در ایران مردمش مبتلا شدن و تمام وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی که گریبانگیر مردم ایران شده برگرفته از نظرات آقای خامنه ای بوده و آقای احمدی نژاد و تیمش هم کسانی بودن که برگزار کننده همون سیاست هایی بودن که آقای خامنه ای گفته. و الان هم ما میبینیم که اگر چنانچه آقای روحانی و گروه هایی که به نوع خودشون را الان صاحب اصلاحات میدونن بخوان خارج از چارچوب و خارج از قاعده ای که آقای خامنه ای ترسیم کرده عمل کنن، باهاشون برخورد میشه و حتی روزنامه هاشون و قلم هاشون شکسته میشه و بسته میشه و نمیتونن با بیت رهبری و آقای خامنه ای مقابله کنن، به خاطر اینکه آقای خامنه ای تمام این سیاست ها رو دیکته کرده و خود حتی رئیس جمهورهای سابق ایران هم مثل آقای خاتمی عنوان کردن در حد یک آبدارچی بیشتر نبودن و این برگرفته از سیاست هایی که در بیت رهبری و شخص خود آقای خامنه ای دیکته کردن. و امروز هم ما میبینیم که سران سپاه و عناصر قدرتمند در واقع جمهوری اسلامی حاکم بر وضعیت موجود هستند و اگر آقای روحانی و گروه هایی که باش همکاری میکنن خارج از این قاعده عمل کنن، اونها هم در باید صحنه قدرت رو در واقع تحویل این افراد بدن. خب یک پرسش در مورد پیامدهای مذاکرات اتمی آقای حیدری، این که آقای ظریف بعدش به عراق رفت نیست؟ بله، به عنوان مانور تلقی شده از طرف، امروز من نگاه میکردم صبح، یه نوع مانور نشون دادن به طرف های مذاکره به خصوص آمریکایی که به هر حال عراق هم حوزه عملیات ما هست، بعضی مانور های سطحی دیپلماتیک چون این هست. در هر صورت آمریکا به این نتیجه رسیده که نیروهای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی دست بالا رو در منطقه دارن و از این موضوع عملا اقوام سنی که در عراق هستن به شدت دارن رنج میبرن و این موارد به عربستان و کشورهای دیگه منتقل شده و باعث شده که آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که اگر این گونه پیش بره عملا باعث میشه که ایران بتونه به خواسته‌های خودش برسه. و ما میبینیم که الان تدابیری رو دارن دولت مردای آمریکایی به خصوص وزیر دفاع جدید آمریکا پیش میبره تا بتونن ارتش عراق رو، اون بخشش رو که سپاهیان در واقع سنی هستن و میتونن از عشایر سنی استفاده کنن، برای پیروزی بر موصل از اون نیروها استفاده کنن و به نوعی بخوان این پیام رو برسونن که ما میخوایم این نیروهای شیعه رو قدرتشون رو در داخل عراق کم کنیم. ولی عملا ما میبینیم که جمهوری اسلامی پس از خروج نیروهای آمریکایی که به دستور آقای اوباما از عراق خارج شدن، دست بالا رو پیدا کردن و تونستن بر این سنیان منطقه که اقلیت بودن فشارهای مضاعفی رو به وجود بیارن که در نهایت منجر به این شد که داعش بتونه به راحتی موصل رو در عراق فتح کنه. و این نتیجه در واقع برخی از سیاست‌های اشتباهی بوده که توسط آمریکا انجام شد در منطقه. خب نظرات بسیار زیاد هست در مورد پرزیدنت اوباما، نظرات بازتری هم هست که هر دو دوره ریاست جمهوری بوش، پرزیدنت بوش و اوباما رو در بر میگیره، از جمله این نظر که ورود نیروهای آمریکایی به عراق و متحدانش یک اشتباه بود و خروج خارج کردن اون نیروها اشتباهی بزرگ هست. یعنی هر دو جنبه در اینجا مورد بحث است، به خصوص در این ایامی که سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت اوباما زیر چکش جمهوری خواهان هست و حتی بخشی از حزب دموکرات آمریکا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. گفتگو می‌کنیم با آقای محمد رضا حیدری در اسلو، دیپلمات پیشین ایران، و آقای پیمان آره در ترکیه، فعال سیاسی. تا لحظات دیگر. آقای عارف عزیز، برای من یک نکته قابل توجه هست که مسئولان جمهوری اسلامی نه به عنوان یک مسئول بلکه بیشتر به عنوان روزنامه نگار و گزارشگر عمل میکنه. یعنی در جریان گرد و غبار و طوفان شنی که در خوزستان بود، از
بالا تا پایین مسئولان حکومتی خانم معصومه ابتکار عملیات شرکت او در عملیات تروریستی اشغال سفارت آمریکا لطمات تقریبا جبران ناپذیری به ایران و مردمان ایران زد. ایشون به عنوان مسئول حفاظت محیط زیست فقط گزارش دادن که برای این طوفانای شن به این دلیل میاد، به این دلیل هم میره یا از میره، و بقیه هم همینطور. و حتی وزیر بهداشت با همه حسن نیتی که ظاهرا در گفتارش دیده میشد باز از فراتر از گزارش نرفت. الان وزیر نیرو باز خبر میده که ما در آینده خشکسالی خواهیم داشت، که این همه جهان سازمان ملل هم گفته منطقه گرفتاری خواهد داشت، در تامین آب شرب شهرها و کشاورزی مشکلات فراوان خواهیم داشت و فشار مضاعفی در صنعت برق وارد خواهد شد. همینطور که میخونید فقط گزارش هست. شما که با دقت دنبال میکنید آیا این دولت آقای حسن روحانی، حالا دولت های پیشین فعلا به جای برنامه‌ای برای حل مشکلات روزافزون مردم نداره؟ این که از وضع بهداشت و بهداری که دیدیم در یک منطقه صف طولانی بیماران رو و پزشکی که همین سپاه پاسداران براشون فرستاده ایستاده، برنامه شما نمیبینید به عنوان یک ناظر دقیق که برنامه دولت آقای روحانی جز ادامه همین مذاکرات دلبر جانان برد دل و جان من اتمی چیزی دیگه شما بفرمایید؟ بله این انتقاد به دولت آقای دکتر روحانی وارد هست که به شدت در واقع تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد سیاست خارجی چیده، و اگر در حوزه سیاست خارجی با شکست مواجه بشود که من در واقع بسیار هم محتمل میدونم با تجربه این که در از سوی ایشون در ذیل دیپلماسی اجبار قرار دارن در سیاست خارجی و از سوی دیگر با دیپلماسی اجبار دیگری در سیاست داخلی مواجه هستند، یعنی از سوی دیگر با فقدان سازوکارهای قدرت و فقدان دسترسی به منابع قدرت در درون ساخت قدرت هم مواجه هستند. لیکن دولت آقای روحانی تنها دولتی نیست که به تعبیر دقیق شما به عنوان گزارشگر مشکلات عمل می‌کرده. ما در واقع از پس از پیروزی انقلاب، یا بهتر بگم پس از دولت موقت شادروان مهندس بازرگان، با این عارضه مواجه بودیم. چرا که در واقع دولت‌های پس از دولت مهندس بازرگان و حداکثر دولت‌های دکتر بنی صدر در واقع دولت‌هایی بودند که تخصص لازم برای اداره امور کشور رو نداشتند عمدتاً و عموماً، و متشکل از تکنوکرات‌هایی که بتوانند یا بوروکرات‌هایی که بتوانند کشور رو اداره بکنند نبودند. عمدتاً مخالفین سیاسی فاقد تخصصی بودند که در پیش از انقلاب در موقعیت اپوزیسیونی قرار داشتند، حال در موقعیت پوزیسیونی قرار گرفتند. اما یک عارضه متوجه این دولت‌ها بوده و در رأس اینها رهبر نظام که عرض کردم در مورد آقای خامنه‌ای بیشتر صدق می‌کنه اتفاقا، اونم این است که الیت‌های برسازنده ساخت قدرت جمهوری اسلامی در واقع حقوق و مزایای پوزیسیون رو می‌خواستن که از حقوق و قدرت پوزیسیونی بهره‌مند بوده باشند، ولی از تکالیف پوزیسیونی شانه خالی بکنند. چون در موقعیت زمامداری فقط این نیست که از حقوق و قدرت و اختیارات برخوردار باشید، به میزانی که از حقوق و قدرت و اختیارات برخوردار هستید تکالیف و مسئولیت‌هایی هم متوجه شماست. متاسفانه در واقع عموم در واقع جامعه سیاسی و الیت‌های نظام جمهوری اسلامی می‌خواستند که از اختیارات پوزیسیونی بهره مند بوده باشند و این تکالیف پوزیسیونی رو نداشته باشند. یعنی در زمانی که به بحث تکالیف میرسه موقعیت اپوزیسیونی میگیرن، مثل آقای خامنه‌ای که مبرزتر از همه هست.
یعنی در یک وضعیت کاملا پارادوکسیکال ما قرار داریم که اختیارات پوزیسیون و در واقع بدون تکالیف پوزیسیون دستوری دیگر اختیارات اپوزیسیون، یعنی اختیار نقد کردن، اختیار بر سر قدرت فریاد کشیدن رو تو امان میخواهند. و در دولت‌های مختلف حد اکثر اتفاقی که افتاده است این است که به فراخور مسئولیت پذیری و تکلیف پذیری که دولت‌ها داشته‌اند، به همه اینها در بحث اختیار خواهی و در واقع قدرت خواهی بحث مشترک دولت‌ها بوده در این 5-6 دولتی که بعد از سال 60 حداقل روی کار آمدن. ولی یک دولتی بوده مثل دولت آقای احمدی نژاد که حقوق را میخواسته است، اختیارات را میخواسته است، هیچ گونه تکلیفی هم برای خودش متصور نبوده و تکالیفی رو در قبال ملت و مسئولیتی رو در قبال اداره کشور بر خود فرض نمیدانسته. یک دولتی هم فرمثل بوده مثل دولت آقای خاتمی که تکالیفی رو بر خود کم و بیش فرض میدانسته، یا دولتی هست مثل دولت آقای روحانی که حد وسط دولت احمد نژاد و دولت خاتمی هست. آقای عارف ببینید، مگر یک کشوری مثل ایران آزمایشگاه سیاسی است که یک عده‌ای بیان و مثلا تازه باید بیان 4 سال باشن و 8 سال باشن و 6 سال باشن هر چقدر که هست، بعد تازه بفهمن که مثلا آقا این کاره نیستن. حالا بون که هیچ کدوم هم اعتراف نمی کن، اما همچنان ادعای مدیریت جهان رو هم دارن. یعنی عملا میشه این تصور بعد از انقلاب این رو باستاب حقیقت دونست که ایران عملا به یک آزمایشگاه سیاسی تبدیل شد برای اینکه ملای مدرسه فلان حقانی جا بده، فلان کس از فلان جا بیان و یک تجربه سیاسی بکنن و در مقامات قرار بگیرن که هیچ نوع شایستگی اون مقام ندارن. آقای تعبیر تا چند روز بازتر واقعیت هیچ کنون از این اعتراف به این کار نمی کنه. یعنی همچنان همون آقای احمد نژاد ادعای مدیریت جهانی رو داشت و همین الان شما ببینید نمونه هایی که گفته میشه بفرمایید. یا آقای خود آقای حسن روحانی گزافه‌گویی که البته در واقع کار دشواری نیست. شما می توانید که در وضعیتی که امکان اداره یک دکان یا یک مغازه خیلی مثلا کفش فروشی رو هم نداشته باشید، می توانید ادعای مدیریت جهانی هم بکنید. گزافه‌گویی است نه بیش از این. ولی واقع همین است که بعد از دولت موقت مهندس بازرگان شما هیچ دولتی رو که توانمندی و تخصص اداره کشور رو داشته باشد نمیبینید. در واقع اون اتفاقی که در دولت‌های پس از مهندس بازرگان افتاد غلبه ایدئولوژی و تخصص بود. یعنی شما مقام و پست رو در اختیار نمیگیرید به واسطه در واقع تخصصتون و بر مبنای رویکرد شایسته سالارانه، بلکه مقام و پست رو شما در اختیار میگیرید به واسطه مناسبات نه شایسته سالار بلکه ارادت سالار. یعنی به میزانی که شما وفاداری تو در دهه اول به میزانی که شما وفاداری تو به ایدئولوژی مسلط، یعنی تشیع سیاسی فقاهتی بیشتر می بود، به همون اندازه از قدرت و در واقع سمت‌های بالاتری بهره‌مند می‌شدید. از دهه دوم و به ویژه دهه سوم به بعد شما این ارادت یه وفاداری ایدئولوژیک هم نیست، این ارادت سالاری وفاداری به شخص رهبری است. یعنی شما به میزانی که وفادارتر به رهبر بوده باشی، هر چقدر هم که فاقد تخصص باشید، می‌توانید که در تمتع بالاتری از قدرت و ثروت قرار داشته باشید. خب آقای حیدری، نکته همین آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در جمهوری اسلامی، اون این توافق ژنو که در همین حکومت به دست میاد، در همین دولت به دست میاد، ایشون میاد به عنوان وزیر کشور اعلام میکنه به عنوان یک گزارشگر در مورد که عرض آزاد شده ناشی از توافق ژنو با چمدون کشور خارج شد. خب
اینو یک خبرنگار این کارو بکنه باریکلا، وزیر کشور هستی شما، مثلا فرض کن یک بند خدای یک قالیچه ای مثلا با هزار مکافات میخواد از کشور خارج کنه بیار اینجا درش سن و سودی ببره برای بچه هاش احتمالا دانشجویان یا چیزی، یقش رو در فرودگاه تهرآباد میگیرن یا فرودگاه دیگه با چمدون از چند میلیارد خارج کردن، کی مسئول هست؟ مسئول که در جمهوری اسلامی عملا کسی نخواهد بود، چون آقای خامنه ای باید در مقام رهبری پاسخگو باشن که پاسخی به کسی نمیدن و بقیه عناصر هم که دارن برای ایشون کار میکنن به جای پاسخگو نیستن. این موضوع خروج ارز و خروج این گونه موارد که حالا وزیر کشور اومده مطرح کرده چیز تازه‌ای نیست، مکررن این اقدامات انجام شده. در اخباری که بعضی از رسانه‌های خود ترکیه مطرح کردن، کامیون حامل شمش‌های طلا از ایران خارج شد و کسی هم جوابگو نبود. و در خصوص خروج چمدونی ارز فقط میتونم خدمتتون بگم که مقامات جمهوری اسلامی برای کمک به نیروهای حزب الله و اسد مکررن از همین فرودگاه‌های رسمی کشور با چمدون‌های مختلف که دست عوامل در واقع با پاس‌های دیپلماتیک بوده ارز رو خارج کردن و صدای کسی هم در نیومده. و امروز باید دید که حالا از این مبالغی که به نوعی خواستن خارج کنن حتما سهم بخشی از عناصری که در پای سفره بیت رهبری بودن داده نشده و باعث شده که این قضیه رسانه‌ای بشه، وگرنه عوامل جمهوری اسلامی از این موارد بسیار انجام دادن و بیت المال مملکت ایران رو اینگونه در واقع تاراج کردن. خب میشه این خیلی این تعبیر رو به کار بردن تا چند روز نظر شما واقعیت داره، باستاب واقعیت رو تا چند روزی که این رفتار حکومتی است که یک به آینده خودش مطمئن نیست و دو به همین دلیل شبیه اشغال یک کشور به نظر میاد. دقیقا مقامات جمهوری اسلامی به وضعیت موجود خودشون واقف هستن که پایدار نیستن و همین گونه است که عناصری که پست هایی رو به دست میارن در زمان تصدی خود به دنبال این هستن که از وضعیت موجود به نفع خودشون استفاده کنن و بتونن از منابع مالی یا اون رانت هایی که در اختیارشون هستش به نحو احسن برای خودشون جایگاهی رو در کشورهای خارجی تهیه کنن که چنانچه مطلبی به وجود اومد و عملا باعث شد که شیرازه کشور از هم بپاچه، اینا تونسته باشن برای بعد از اون جریان برای خودشون جایگاهی داشته باشن. کمتر از دو دقیقه وقت داریم. آقای پیمان عارف مهندس بازرگان اسپوردید، ایشون چند روز از دولتشون نگذشته بود که آمد و گفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداریم و دنبال یک آب باریکی بودیم، تعبیر به این شکل یک مرتبه سیل آمد و هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندادن و کشور رو یک مرتبه تحویل ما دادن. حالا کی تحویل داد کی نداد، چه که دستایی در کار بود اون بماند. برخی که در جریان بودن پشت پرده من امثال ابراهیم یاسیر اینا تا یه حدیشو میگن، همشو نمیگن که چه کسانی و چه نقرهایی اینا رو به اینجا رسون. خب این تعبیری که صحبت شد با آقای حیدری که حکومت با آیندهش اطمینان نداره، وگرنه چنین دست به چمدون از رو از مملکت خارج کردن و بخشیش هم به سوریه دادن یا فلسطینی و بخش دیگر نمیزد. تا چند از این تعبیر بازتار به واقعیت ساخته کمتر دو بله آقای شادام مهندس بازرگان در واقع یکی از صادق ترین و صمیمی ترین سیاست مداران معاصر ایران بودن و ایشون تعبیر دقیقی هم دارن، تعبیر اینکه ما منتظر باران رحمت بودیم ولی سیل آمد، در واقع زیر و زبرسازی طبقاتی جامعه و زیر و زبرسازی ساخت قدرت یک بحرانی رو به تعبیر فرنگی های کرایسیسی رو شکل داده است که هنوز ما بعد از 30 سال نتوانستیم که این بحران رو در واقع پشت سر بگذاریم. لذا بحث قدری بنیادین تر هست به گمان من و بس باز میگردد به این نکته که ما تا چه اندازه توانسته ایم از زیر بار بحران انقلاب در واقع شانه هامون رو خلاصی بدهیم و چقدر این بار رو توانسته ایم
به دوش بکشیم. به هر صورت یک انقلابی صورت گرفته، این انقلاب ساخت قدرت رو زیر و زبر کرده، جامعه رو زیر و زبر کرده، و بعد از اون مهمتر این نکته هست، جان سخن در این است که این انقلاب مصادره شده است. این انقلاب مصادره، انقلاب جمهوری خواهانی ملت ایران، انقلابی که برای جمهوریت بوده مصادره شده. سپاسگزارم از آقای پیمان عارف در ترکیه، با سپاس از شما. و سپاسگزارم از شما. با سپاس از آقای محمد رضا حیدری عزیز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز الوند کوه، چند و سبلان البرد آسماری و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان خیر.